نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد به درخواست رئیس جمهور کرزی درباره حذف نامهای آن رهبران طالبان که از جنگ دست بکشند از فهرست سیاه موافق است سوزان رایس میگوید که بر بنیاد درخواست مقامهای افغان آنان هر یک از افراد شامل این فهرست را بررسی خواهند کرد او می که حکومت افغانستان باید شواهد کافی به خاطر حذف نامهای این افراد از فهرست سیاه به شورای امنیت این سازمان ارائه کند شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست علنی اوضای افغانستان و ها برای استقرار ثبات را به بررسی گرفت در این نشست سوزان رایس نماینده یالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد با اشاره به درخواست مقام های حکومت افغانستان از اعضای شورای امنیت این سازمان درباره حذف نام های شماری از رهبران مخالفان مسئله دولت افغانستان از فهرست سیا افزود که برای حذف نام های این افراد هر یک از افراد شامل فهرست 1267 شورای امنیت را بررسی خواهند کرد مقام های افغان از ما خواهان حذف نام ها از فهرست 1267 شده اند. این فهرست را پرونده به پرونده بررسی خواهیم کرد و حکومت افغانستان باید درباره هر یک از افراد شامل در این فهرست معلومات کافی ارائه کند و این شواهد حکومت افغانستان برای حذف نام ها از این فهرست بسیار مهم هستند. کمیته تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد که معظف به نظارت از در برابر طالبان و شبکه القاعده است در حال حاضر مصروف بازبینی فهرست 480 نفری به شمول 137 شورشی افغان است در پی این همه وزیر خارجه بریتانیا گفته های نخست وزیر آن کشور را درباره خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان تا انتخابات آینده تایید کرد ویلیام هاگ میگوید که اگر ارتش افغان نتواند تا چهار سال دیگر مسئولیت امنیت کشورشان را بر عهده گیرد برایش جای تعجب خواهد بود پیش از این وزیر دفاع بریتانیا خروج پیش از وقت نیروهای خارجی از افغانستان را فراهم شدن زمینه برای برگشت طالبان خوانده است حامد حیدری گزارش میدهد وزیر خارجه بریتانیا که خطوط اساسی حکومت این کشور را در قبال سیاست خارجی بیان میکرد کفتهای دیوید کامرون را درباره خروج نیروهای بریتانیایی تا انتخابات آینده از افغانستان تأیید نمود. و زمان خروج سربازان بریتانیایی را سال 2015 میلادی خواند. ما متعهد هستیم که افغان ها توانمند شوند تا عملیات نظامی و مسئولیت امنیت کشورشان را بر عهده بگیرند و این کار به زمان نیاز دارد. اما اگر خروج نیروها بیشتر از سال 2014 دوام کند، من بسیار متعجب خواهم شد. وزیر دفاع بریتانیا که اخیرا دیدگاهی کامرون را تایید کرده است گفته است که نیروهای بریتانیایی در خروج از افغانستان پیشگام نخواهند بود و بهتر از دیگران افغانستان را ترک خواهند کرد بریتانیا در حدود ده هزار سرباز در افغانستان دارد و بیشتر این سربازان در ولایت ناآرام هلمند جابجا هستند گفته می شود که تاکنون بیشتر از 300 سرباز این کشور در افغانستان کشته شده اند مشکلات امنیتی در هنگام پیکارهای انتخابات پارلمانی نگرانی آیسف را برانگیخته است سخنگوی آیسف می گوید که تلاش برای تأمین امنیت برگزاری انتخابات و پیکارهای انتخاباتی نامزدان به گونه جدی جریان دارند. باز هم ولی آریان گزارش میدهد. چندین روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات پارلمانی می گذرد. و کمیسیون و مستقل انتخابات هم واره از وضعیت بد امنیتی در برخ از بخشای کشور به خاطر برگزاری این انتخابات اظهار نگرانی کرده است. کمیسیون و مستقل انتخابات دیروز به تازگی گفت که یک برنامه ی تازه امنیتی را سوی نهادهای امنیتی دریافت کردند که امیدواری های این کمیسیون را برای برگزاری انتخابات پارلمانی بیشتر ساخته است اما ایساف از وضعیت بد امنیتی در هنگام پیکارهای انتخاباتی نمزادان انتخابات پارلمانی در برخی از بخش کشور اظهار نگرانی می کند و میگوید که تدابیر ویژه امنیتی در این زمینه گرفته خواهد شد This is a concern. بله البته این یک نگرانی است برای نیروهای امنیتی افغان و در گام نخست برای پلیس من فکر می کنم که پلانهای مشترک نیروهای امنیتی افغان و ایساف با هوشیاری لازم برای تأمین امنیت خوب انتخابات گرفته خواهد شد در این انتخابات بیش از 2570 تن برای رای یافتن به مجلس نمایندگان با هم رقابت می کنند شماره از نامزدان انتخابات پارلمانی از شفافیت این انتخابات سر نگرانی می کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات شفافیت این انتخابات را وابسته به اوضاع امنیتی گفته است و بر اقدام جدی در این راستا تاکید کرده است. شمار از باشندگان ناحیه پنجم شهر کابل ادعا می کنند که سوی پلیس در منطقه سرای هراتی مورد لاتوکوب کوب قرار گرفتند. این باشندگان می گویند که نیروهای پلیس یک پازگاه بازرسی در سرای هراتی شهر کابل دیروز برای یک بانو دست درازی کردند و هنگام که این باشندگان می خواستند این کار آنان شوند از سوی پلیس لاتوکوب و بازداشت شدند. شمار زیاد از باشندگان حوزه پنجم شهر کابل از برخورد افراد پلیس یک پاسگاه بازرسی در سرای هراتی شهر کابل شکایت دارند و می گویند که افراد این پاسگاه روز گذشته با لباس های غیر نظامی و در حالت نشه بر یک بنود دست اندازی کردند و افرادی که میخواستند مانیانان آنان شوند از سوی افراد این پاسگاه مورد علت و کوب شدید قرار گرفتند زمین دست انداخت سر یک سیاسر میخواست که موتر بالاش کنند امین نفرای شرابی که در موتر بود از لباس نظامی خود استفاده میکنه ریسه ما را دیدرد بیاب کردند زدن آیا امین ناموسی می بود تو چی میکردی؟ دولت ما پلیس ما به با قسم باشد اگر بیاین امی مناطق منطقه ای که داریم امیر تمام بخرم و میریم از اینجا یک جای دیگه میریم شراب میخورم پامید سیاسره مردم دست پرتن به اول دلی باسه شخصی میان باد که بدر مردم میبینشن و باد میرن نظامی میشن پنگه میکشن سر مردم خواستیم تا در این باره نظر ای پنجم پلیس را داشته باشیم اما آنان از گفتگو در این باره خودداری کردند.